با عرض سلام به برنامه پس از خبر امشب ما از آریانا نیوز خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برقراری آتش بس را پیش شرط گفتگوهای صلح با طالبان می‌داند. آقای ترامپ در یک گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور غنی گفته است که برای موفقیت گفتگوهای صلح شمولیت حکومت افغانستان در آن حتمی است. حسوی هم ارک می‌گوید که رئیس جمهور غنی از سوی دونالد ترامپ برای یک سفر رسمی به آمریکا نیز دعوت شده است. در همین حال شماره سناتوران آمریکایی لایحه‌ای را از بحر نظارت از روند صلح افغانستان معرفی کردند. گزارش. رئیس جمهور آمریکا پای جسد دو سرباز آمریکایی که به تازگی در سقوط یک هواپیما در افغانستان جان باخته است، ادای احترام می‌کند. همزمان با این او در یک گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور غنی برقراری آتش بس را همچون پیش شرط آغاز گفتگوهای صلح با طالبان و شمولیت حکومت افغانستان را برای موفقیت این روند حتمی خوانده است. ریاست جمهوری در اعلامیه میگوید که دونالد ترامپ در این گفتگوی 25 دقیقه‌ای از رئیس جمهور غنی دعوت کرده که برای گفتگوهای بیشتر درباره صلح به آمریکا سفر کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا بر حتمی بودن آتش بس من حیث پیش شرط برای صلح تاکید ورزید و همچنان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از رئیس جمهور افغانستان دعوت کرد که از قصر صفه دیدار بکنه و رئیس جمهور افغانستان نیز این دعوتشان پذیرفت. در این حال دو سناتور آمریکایی لایحه را از بحر نظارت از روند صلح افغانستان ترتیب دادند. بر بنیاد این سند حکومت آمریکا باید در حد اکثر دو ماه از یک توافق نهایی با طالبان به کنگره گزارش بدهد و وزیر خارجه ایالات متحده نیز تایید کند که طالبان به تعهداتشان پابندند و رابطشان را با شبکه القاعده قطع کرده و به آتش بس و گفتگوهای میان افغانی تن می دهند. هیچ پرسشی نیست که زمان کاهش شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان فرا رسیده است. همزمان با این شیوهی که ما عملیات نظامی را کاهش می دهیم، نیز مهم است تا افغانستان در آشوب فرو نرود. این لایحه دو حزبی در مطابقت با اهداف حکومت آمریکا برای رسیدن به یک پایان سیاسی جنگ در افغانستان به یک شیوه مناسب است. این سند وضعیت حقوق بشر، حاکمیت قانون، آزادی رسانه ها و جامعه مدنی را در افغانستان در یک توافق صلح ارزیابی می کند. ما باید صاحب اراده خود باشیم و دارای حکومت و زمامدار منبعیس از اراده ملت باشیم تا همه فیصله و قرارات توسط افغان ها صورت بگیره و در روشنی منافع ملی ما و ارزش‌های ملی و دینی ما. از سوی هم زلمه خلیلزاد فرستاده آمریکا برای صلح افغانستان هم در یک رشته توییت های ابراز امیدواری کرده که تبادله زندانیان میان دو طرف به ختم جنگ در افغانستان کمک کند. حکومت خپل مشروعیت ثابتی او دغه مشروعیت طالبان د دوی نه منی. زه فکر کوم وخت ضایع کول دي ښه به دا وي چې د افغانستان د روان حالت ته د د وینو تویدلو حالت ته په یو ښه میکانیزم باندې او په یو ښه معقولیت باندې لاره پیدا سي دا چې تحمیلي شیان دي هغه نتیجه نه ورکوي. پس از یک بنبست در گفتگوهای صلح اکنون دیده می شود که با تبادله زندانیان تلاشهای صلح بار دیگر از سوی آمریکا شدت یافته است. و حال هم برای بحث بیشتر در این مورد آقای لطیف محمود معاون سخنگوی رئیس جمهور در زیر با ما است. آقای محمود سلام، شبتان بخیر، به برنامه خوش آمدید. سلام به شما، شبتان بخیر. تشکر. آقای محمود بحث ما را از اینجا آغاز می‌کنیم که در گفتگوی 25 دقیقه تلفنی رئیس جمهور افغانستان با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پهلوی گفتگوهای سال و همچنان بشرطهایی که رئیس جمهور آمریکا گذاشتن با طالبان در مورد قبل از آغاز گفتگوهای سال آتش بس. حالا روی دیگر چی موضوعات بحث شد؟ مثلا موضوع انتخابات و دیگر موضوعات. تشکر. اجازه بدین من به عنوان مقدمه در بحث را از این دریچه باز بکنم. به اثر تلاش های 5 ساله حکومت افغانستان و 9 قدم عملی که برای صلح برداشته شد، مثل جرگه مشورتی، جرگه جوانان، جرگه زنان، مذاکره با آقای حکمتیار، جرگه علما در کابل، نشست اندونزیا، نشست مکه، 3 روز آتش بس با طالبان، مجموع این 9 قدم عملی بحث صلح افغانستان را به گفتمان ملی، منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرد.
به می دلیل حکومت افغانستان در این راستا نقش تعیین کننده داشت و امروز صلح به عنوان یک گفتمان کلان نه تنها در منطقه بلکه در افغانستان نه تنها در افغانستان بل در منطقه و جهان به عنوان یک گفتمان کلان مطرح است و در پرنسیپ روی صلح توافق کلی وجود داره اما روی میکانیزم بایستی بحث‌های صورت بگیره نتیجه بحث‌های 5 ساله و برنامه‌های عملگرایانه که حکومت افغانستان در باب صلح و جنگ داشت به یک طرح افتمادهی مبدل شد در او طرح تای 7 قدم یا 7 مرحله رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بحث صلح مطرح کرده که من نمیخوایم بیشتر روی ازو بپیچیم حالا به بحث اصلی شما میم در گفتگوی 25 دقیقی که رئیس جمهور افغانستان برای جمهور آمریکا یا با همتای آمریکاییش داشت بحث‌های کلان صورت گرفت بحث صلح و امنیت تداوم و مشارکت دوستان راهبردی ما در افغانستان با رئیس جمهور ترامپ روی آتش بس تاکید کرد به عنوان پیشزمینه گفتگوهای صلح در افغانستان رئیس جمهور ترامپ تشکر گفت از رئیس جمهور افغانستان به خاطر تصمیم دشوارش که او تصمیم در واقع اعلام این بود اعلام رضایت افغانستان بار دیگر بود زمینه را مساعد ساخت برای اعتماد سازی به خاطر مذاکرات مستقیم از این تشکر کرد رئیس جمهور ترامپ از نیروهای امنیتی افغانستان یاد کرد که نیروها توانسته گام های عملی برداره و مأموریت های دشوار را خوب انجام بده و در ضمن سرکوب داعش در ولسوالی اچین این در کل موضوعات بود که در این مکالمه مطرح شد و در پایان مکالمه هم همونطور که در رسانه وزین شما مطرح شد از رئیس جمهور افغانستان دعوت به عمل آمد تا از کاخ سفید دیدن بکنه که رئیس جمهور افغانستان این دعوت را پذیرفت یعنی در مورد انتخابات هیچ صحبتی صورت نگرفته انتخابات یک بحث ملی است در افغانستان بر بنیاد قانون صلاحیت برگزاری انتخابات به نهادهای زی سلا برمیگرده حکومت افغانستان در این زمینه هیچ دخل و تصرف نداره شرکای استراتژیک ما فقط در حوزه نظارت از انتخابات و مشوردهی در این پروسه در پروسه های قبلی هم نقش داشته این بحث مردم افغانستان است این حق مردم افغانستان است و صلاحیت کمیسیون های مستقل است که اونا کار خود در مورد پلان 7 ماده ای که شما گفتین آقای محمود بر ما بیشتر کم بگین که پلان 7 ماده ای که از سوی حکومت افغانستان مطرح شده یا در مورد از این باقی ترامپ صحبت داشتید این پلان 7 ماده ای 7 ماده از چی چیزا بله بخش مهم از صحبت‌های رئیس جمهور غنی در مکالمه تلفنی با همتای آمریکایش بحث طرح 7 ماده‌ای بود. ببینید در بحث صلح و جنگ افغانستان تا کنون طرح مدون عملی برای رسیدن به یک صلح تا کنون ارائه نشده. غالبا بحث‌ها صورت گرفته اما این طرح 7 مرحله است. در این طرح مرحله اولی طرح گفتگو بین آمریکا و ناتو است به عنوان دو شریک استراتژیک افغانستان جمهوری اسلامی افغانستان در این طرح میگه که آمریکا باید وضاحت بده از تداوم حضور خود و ناتو در افغانستان و چگونگی حضورشان و اگر بحث خروج مطرح میشه چون ما دو قرارداد کلان داریم با آمریکا این خروج هم باید در چارچوب این قرارداد و تعهدات دو طرف صورت بگیره بحث دو مذاکره با طالبان است که در اونجا بحث پیشرفت پیشرت مطرح است این بار حکومت افغانستان بحث مذاکرات را با پیشرت مطرح میکنه منطق پیشرتی است که طالبان باید ثابت بسازند که بر جنگ افغانستان اشراف و کنترل دارن یا ندارن آیا اراده برای صلح دارن یا ندارن بحث سوم یا ماده سوم بحث مذاکره با پاکستان است پاکستان از چند بدین سو یا در بحث صلح و جنگ افغانستان تا کنون دو منظوره در اغلب موارد بازی کرده و تضمین های عملی در سطح تعهد تضمین ارائه کرده در سطح عمل تضمین هایشان چندان عملی نبوده این بار باید تضمین های عملی داشته باشند پاکستان بله به عنوان یکی از کشورهای تاثیرگذار در امر صلح و جنگ افغانستان دو ماده دیگر ماده هایی است که در رابطه با تعاملات افغانستان با منطقه با اتحادیه اروپا با سازمان های منطقه‌ای و با کشورهای اسلامی و سازمان های کشورهای اسلامی است این محور بیشتر متمرکز است بر یک محور اقتصادی است که در این حوزه حکومت افغانستان با شرکای اروپایی و اسلامی کشورهای اسلامی در واقع بیشتر تعاملات خود بر مبنای یک حسابدهی و توسعه اقتصادی مطرح میکنه و دو ماده دیگرش که ماده ششم و هفتم است یا قدم ششم و هفتم
این دو ماده خانم لیزا متمرکز است روی حکومتداری خوب، حکومتداری که در روی تقویت نهادهای ملی مطرح است و تامین رابطه سازمانی با نهادهای محلی. بحث یکی از تعهدات کلان جامعه جهانی به حکومت افغانستان رفتار سازمانی مبتنی بر قاعده و حاکمیت قانون در افغانستان است. ما معتقد به حکومتداری باز مبتنی بر قواعد و مبتنی بر حاکمیت قانون هستیم که در این بخش بیشتر کار ما روی نهادهای ملی است و نهادهای محلی. بله آقای محمود، در گذشته هم طرح‌های ریخته شده، البته در این مورد نه، در موردهای دیگر از سوی حکومت و نهادهایی که مسئول بودند در بعض بخش‌ها که باید طرح‌های داشته باشند، اما انتقادها بر این است که طرح‌ها ریخته میشه اما عملی نمیشه. حالا انتقادهای ریاست اجرایی بر این است که این طرح جنبه عملی نمیپوشه. چون چرا؟ قبل از انتخابات چون این طرح وجود نداشت. بله خدمتتان عرض کنم که این طرح چکیده تلاش‌های 5 ساله حکومت وحدت ملی افغانستان است. این طرح تا یک دو روز جور نشده. این طرح مجموعه از تلاش هایی که از بدو تاسیس حکومت وحدت ملی تا این دم آغاز شده، مجموعه اون تلاش هاست که به یک طرح تبدیل شده. و این طرح عملی است. نظرات کرایه میشه در نظام های دموکراتیک. دوستان حق دارن نظر بدن، تفاوت دیدگاه داشته باشن، اما این طرح یک طرح عملی است. شما دیدین که این طرح از طرف شرکای راهبردی ما تایید شد. این طرح در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور آمریکا در واقع به عنوان یک نقشه راه تعیین شد. قبل از این طرح حکومت افغانستان یک نقشه راه صلح هم داشت که بخش اعظم اون نقشه در طرح است. این طرح در قدم بعدی که به عنوان قدم‌های فوری یا عاجل برش میگن به یک جرگه میره، او جرگه کوچکی طرح را تایید میکنم و این طرح از دید رئیس جمهور و دولت افغانستان یک طرح واقعی گرایانه و یک طرح عملی و یک طرح مبتنی بر شرایط است. ما امیدوار هستیم که شرکای راهبردی و کشورهای منطقه در راستای رسیدن به یک صلح با عزت و پایدار، صلحی که محور اصلی دولت جمهوری اسلامی افغانستان باشه و مالک صلح مردم افغانستان باشه، در این راستا با گام برن. اما آقای محمود، ما جرگه های دیگری هم داشتیم، مثلا جرگه مشورتی صلح. طرحی که در جرگه مشورتی صلح ریخته شد، این طرح تا کنون چقدر جنبه عملی پوشیده؟ چون انتقادا بر این است که طرحهای این جرگه تا کنون عملی نشده باقی مانده. سوال خوبی رو مطرح کردین. جرگه یک گام کلان بود، مراجعه بود به آرای مردم افغانستان. جرگه ها در درازای تاریخ افغانستان راه های عل برای قضایای کلان افغانستان ارائه کرده. رئیس جمهوری اسلامی افغانستان هم تلاش کرد تا به آرای مردم با امون رویه های حاکم افغانستان مراجعه بکنن. در او جرگه نزدیک به 2500 شهروند افغانستان، نخبه های افغانستان شرکت کردند و طی 23 ماده قطعنامه صادر شد که او در واقع یک گام عملی بود برای که ما تا این طرح برسیم. اما یه جرگه در اکثر جاها و از سوی بعض از احزاب واقعی محمود تحریم شده بود. بله شما را از چهره ها انتخابات هم تحریم کرده بودن. بله اما فراموش نشه که ما یک رسالت ملی داریم. اون رسالت ملی ما را منافع ملی و مسائل اولیای کشور در واقع معنا میده. در جغرافیای بنام افغانستان انتظار ما ایست که سیاسیون، اپوزیسیون و شرکای سیاسی جامعه مدنی اگر نقد و نظر دارن، بدون تردید که دموکراسی بستر نقد و نظر است، آزادی بیان بستر نقد و نظر است، اما یک نکته باید توجه شوه که باید تمیز شوه بین نقد و تخریب. برخی از عناصر به نحو به خاطر رسیدن به اهداف بسیار کوچک برنامه های استراتژیک و کلان افغانستان را میخوان مانع شوند یا در واقع به عنوان یکی از مشکلات در مقابلش بیستن که ای به صلاح افغانستان نیست و افغانستان باید از این بحران‌های پیش آمده جلوتر بره. بله آقای محمود، پیش شرطی که از سوی رئیس جمهور آمریکا تازه مطرح شده و این قبلا این پیش شرط از سوی حکومت افغانستان شخص رئیس جمهور هم مطرح شده بود قبل از آغاز مذاکرات صلح، البته اعلام آتش بس. اما فکر می‌کنین که این پیش شرط از سوی طالبان پذیرفته شد؟ چون در گزارشی که ما داشتیم سفیر پیشین طالبان در پاکستان گفته که بعد از تبادله از زندانیان آمریکایی با طالبان، اسیرای طالبان که پیش حکومت افغانستان بودن، البته
تعهداتی که طالبان به آمریکا دادن و تعهدات عملی میشه، اما تعهدات تازه‌ای که داده شده این هیچ قابل قبول اینا نیست. به شرط خب مذاکره یک فرایند است برای حل منازعات، رسیدن به یک دید مشترک به خاطر منافع مشترک و برداشتن موانع و بالاخره رسیدن به عدالت اجتماعی، عدالت سیاسی و جامعه پذیری. این در واقع یک فرایند است. ما دور قبل وقتی بحث مذاکره را مطرح کردیم گفتیم هیچ به شرط وجود نداره، اما مخالفین مسئله افغانستان با اعمال با ایجاد تخویف، تهدید و فشارها فکر میکردن که ما ارقد فشار وارد بکنیم در میدان مذاکره و در میز مذاکره گام های عملی خواهد برداشتن. دیدیم که قربانیان زیاد را به جا گذاشتن در نقاط مختلف افغانستان. بنان ما این بار به خاطر ای که ما بفهمیم که آیا مخالفین مسلح افغانستان صلاحیت این را داره که به گفتمان کلان با افغانستان بیاید؟ آیا مخالفین افغانستان یک دست هستند؟ آیا مخالفین افغانستان، مخالفین نظامی افغانستان واقعا از جنگ به عنوان یک ماشین تولید پول استفاده میکنن؟ آیا جنگ یک تجارت است یا نه اینا هم اراده برای رسیدن به صلح داره؟ بنان پیشرت یکی از گامهای اساسی ماست که رئیس جمهور ترامپ هم پیشرت تاکید کرد که یک امر حتمی است. بحث رهایی را خدمت شما عرض کنیم که رهایی سه تا منطق کلان داره که او هم رهایی نیست، بحث تعلیق مشروط تطبیق مجازات است، بحث تعلیق تنفیذ تطبیق مجازات در واقع نشان دادن یک حسن نیت حکومت افغانستان برای جامعه جهانی، برای شرکای راهبردی و برای مخالفین مسلح افغانستان است. ما خواستیم که یک اعتماد سازی بکنیم، زمین سازی بکنیم و یک بحث دومش که دمی زیر مجمع این بحث کلان است، بحث حس بشر دوستانه ما نسبت به دوست پروفسور است. این دو پروفسور از نزدیکای این تلویزیون آریانا اختطاف شده اگر به خاطر شما باشه در سال 2016 3 سال پیش. اینا آمده بودن تا فرزندان افغانستان را آموزش بدن، اینا آمده بودن تا برای ما در واقع با قلم آگاهی را بیاره. اینا در حاکمیت ما اختطاف شدن، هرچند ما نهایت تلاش کردیم تا رد اینا را دریابیم ولی متاسفانه تلاش ها به نتیجه نرسید. خواستیم که حس انسانی خود را نشان بدیم و حس بشر دوستانی ما را. بحث سوم ما، چون صلح به گفتمان منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده، ما با شرکای راهبردی خود نشان دادیم که ما خواهان یک صلح با عزت هستیم و ما به خاطر تحکیم روابط ما با دوستای ما به خاطر رسیدن به صلح ایگام را برداشتیم. آقای محمود، در گذشته ها هم بعد از برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح، حکومت افغانستان به عنوان حسن نیت بیشتر از 300 زندانی طالبان رها کرد، اما دیدیم که برعکس طالبان نه به مذاکرات بین الافغانی حاضر شدن و نه به خواسته ای که حکومت افغانستان به عنوان خواسته که داشتن که میخواستن اونا هم باید از خود حسن نیت نشان بدن ندادنشان. حالا فکر میکنین که طالبان همون گونه که شما گفتین که اینا میخواستین بفهمین که اینا استقلالیت دارن، تصمیم به دست خودشان است یا نه؟ فکر میکنین که طالبان استقلالیت فعلا دارن و آیا اینا بعد از این حسن نیت اینا میان به گفتگوهای صلح تن میدن و یا ما چقدر فعلا به صلح نزدیک شدیم؟ بله، بیشتر از هر زمان دیگه باور حکومت افغانستان این است که بیشتر از هر زمان حالا ما به طرف صلح نزدیک شدیم و ما امیدوار هستیم که ما به یک صلح با عزت و صلحی که خواست ملت افغانستان و دولت افغانستان است برسیم. بله، اشاره را که شما فرمودین دقیق بعد از جرگه مشورتی، اون فیصله جرگه بود. ما به اراده شهروندان و به خواستهای مشروع ملت افغانستان و به خصوص جرگه که یکی از خواستها و صدای مردم افغانستان بود، او خواستان به خاطر حسن نیت بود. ما او خواست را کردیم، او خواست را عملی کردیم، ولی مخالفین مسلح متاسفانه که برخلاف اون خواستا و اون آرزوهای ملت افغانستان، اینا به تشدید حملات خود، به ایجاد تخویف و ارعاب ورزیدن، تشدید کردن این پروسه را که تلفات زیاد را هم در قبال داشت و این بحث از طرف آمریکا هم رد شد. شما شاهد بودین. این بار ما با قید وارد شدیم، این بار ما با قید وارد شدیم باز بار دیگر، چون ما معتقد هستیم که در جغرافیای بنام افغانستان یا در خطه که ما زندگی میکنیم بنام افغانستان روز هیچ شخص ثبت نشه که جان خود از دست داده. بله. در این خطه یا آرزوی ماست. ما به خاطر ای که هیچ انسان، هیچ قلب توقف نکنه، به هر گام مبادرت میورزیم، ولی اون گام باید
حفظ ارزش‌های ما باشه، قانون اساسی ما، جمهوریت و سایر ارزش‌های مسجل در قانون اساسی باید حفظ شود. ما به خاطر استنیت بازی گام برداشتیم، امیدوار هستیم که مخالفین مسلح افغانستان دست بردارن از خشونت. آقای محمود، رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان امروز گفته که بعض کشورها هستند که صلح افغانستان را به گروگان گرفتن. حالا این کشورها کیهان و آیا واقعا صلح افغانستان به گروگان بعض کشورها هست؟ خب از آنجایی که ما در یک جنگ پراکسی وار یا جنگ‌های نیابتی قرار داریم در افغانستان و کشورهای برخی از کشورهای منطقه بدیهی است که شاید منافع خود داشته باشه، تلاش بکنن تا نفوذ نرم و نفوذ گرم خود در این خطه داشته باشه، در این جغرافیا داشته باشه. به عنوان یک نظر، بله این نظر مجلس است، ولی ما میدانیم که برخی از کشورها مثلا در مورد پاکستان ادعاهای زیاد مطرح شده که پاکستان جولانگاه‌های توریسم را دارد، پاکستان مخفیگاه‌های را دارد، سیف هاونز دارد در اوجه. امیدوار هستیم که درمانگاه‌های برای مخالفین مسلح افغانستان، در رهبرای مخالفین مسلح افغانستان در قلمرو به نام پاکستان از پا درآمدند یا دیده شدند یا گزارش شده. ما امیدوار هستیم که اگر چنین تفکر وجود داره و اگر این بحثای وجود داره که در اغلب موارد مصداقای بارز شما دیدیم، این تفکر برداشته شود و ما با یک رابطه، ما رابطه اقتصاد محور باشه، رابطه ما رابطه برادری و ارزشمند باشه. بله آقای محمود، در آخر می‌خوایم که تا این پرسش هم مطرح کنیم که رئیس جمهور افغانستان قرار است دعوت که از سوی رئیس جمهور ترامپ شده که باید به آمریکا بره، مو چی آجندای خواهد به آمریکا؟ بدون تردید که صلح یکی از آجندای کلان ما خواهد بود، اما تا کنون در مورد آجندا ما بحث کرده نمیتونیم، چون این دعوت دیشب مطرح شد از طرف آقای ترامپ. برای جمهوری اسلامی افغانستان می دعوت را پذیرفت. روی چگونگی این سفر و موارد که در آجندا مطرح خواهد شد در آینده با شما صحبت خواهیم کرد، اما بدون تردید که صلح یکی از بحث‌های کلان مردم افغانستان و دولت افغانستان. تشکر. با تشکر بسیار زیاد از آقای لطیف محمود، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، که در بحث امشب با ما بودند. تشکر آقای محمود. برنامه پس از خبرم در همین جا به پایان می‌رسد.